افشین هستم با 103 برنامه اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و به هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. اقتصاد مهمترین نقش رو در سیاست بازی میکنه. پس همواره نبردهای سیاسی با انگیزه های اقتصادی رخ میده، هرچند که در ظاهر دلایل دیگری معرفی بشه. در برنامه این هفته اما آیت الله یزدی بدون تعارف یه چیزایی به آقای روحانی میگوید، سپس اندکی به چندمین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور منتخب که در هفته گذشته رویداد پرداخته می شود و از آنجا به دیدار هیئت دولت با آقای بزرگ می رویم تا از نقشه راه نظام برای دولت آگاه شویم. هفته گذشته آیت الله یزدی رئیس موقت مجلس خبرگان یا خبرگان در اجلاس سالیانه بدون تعارف گفتند: هیچ تعارف هم با هیچ کس نداریم. انتخابات وزارت کشور مجری انتخابات، شورای نگهبان هم ناظر انتخابات. خب آقای رئیس جمهور هم که هفته قبلش همینو گفته بودن. شورای محترم نگهبان ناظره. شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست. مجری دولته. پس تا اینجا که مشکلی نیست. مشکل کجاست؟ نظارت شورای نگهبان هم نظارت استصوابیه، نه نظارت تماشایی. در از اول تأسیس شورای نگهبان تا امروز هم همین جور بوده و این نظارت به معنای نظارت از لحظه نامنویسی هست تا لحظه اعلام نتیجه. نظارت استصوابی. نمیدونید یعنی چی؟ نگران نباشین، خود این علما هم نمیدونن یعنی چی. استصواب یعنی درست شمردن یا درست دانستن. در طول ادبیات پارسی که هیچ، در کل ادبیات عربی هم هیچ وقت این دوتا کلمه یعنی نظارت و استصواب کنار هم یه قرار نگرفته بودن و اینم از اون اصطلاحات مندرآوردی نظام مقدسه که هیچ کس از اون سر در نمیاره و هر کدوم از علما تفسیر خودشون ازش دارن. دلیل استفاده از اصطلاحات مندرآوردی اینه که کسی چیزی ازش سر در نیاره و این آقایون هر جوری دلشون بخواد بتونن تفسیرش کنن. در مورد دین هم با همین تکنیک هر کاری دلشون بخواد انجام میدن. تفسیر. خلاصه در طی 36 سال گذشته با استفاده از همین تکنیک نظارت استصوابی تمامی رقبای سیاسی رو از صحنه سیاست بدر کردن یا به قول خودشون رد صلاحیت کردن. اون کسی که باید بگوید صالح هست یا نیست این هیئت‌های اجرایی هستن. اینا باید بگن این صالح هست این صالح نیست. ما هیئت اجرایی نداریم که بخواد یه جناح رو تایید کنه یه جناح رو رد کنه. یعنی تو الان داشتیم ها، ولی مثل این که از الان به بعد قراره نداشته باشیم. وزارت کشور اصرار داره که میخواد از طریق الکترونیکی عمل بکنه و حالون که هنوز ساده ترین وسیله لازم رو از نرم افزاریش یا سخت افزاریش نداره، میخوان برن از چین بخرن. اخیراً یه متخصص دیگریشون گفته باید از کره بخرید. وقتی میان تو شورای نگهبان ما میگیم ما اصلا اطمینان به این دستگاه ها نداریم. بله اینا اصلا اطمینان ندارن، اینا خودشون یه لیست دارن از قبل که اونا تاییدن، پس بقیه تایید نیستن یا رد صلاحیتن. به همین راحتی دستگاه نمیخواد که این، اونم دستگاه از چین. والا منم اطمینان ندارم. مردم ما انشاءالله شاهد یک انتخابات بسیار خوب با مشارکت بسیار خوب مردم، انتخابات شکوهمند، انشاءالله رقابتی تر، حالا رقابتی که همیشه بوده خودتون هم میدونین نبوده، برای همین از دهنتون پرید، فقط با یه تر درستش کردید. حالا ببینیم چی میشه دیگه. این انتخابات رقابتی تر میشه یا همونجوری مثل گذشته غیر رقابتی میمونه؟ آقای روحانی رقابتی تر رو در کنفرانس مطبوعاتی که شنبه هفته گذشته برگزار کردن فرمودن. در این کنفرانس سخنان جالب دیگری هم بیان شد. ما از یک دولتی که با التهاب، دولتی که با مشکلات فراوان در بخش وحدت اجتماعی، در سیاست خارجی، در مسائل اقتصادی روبرو بود، حرکت کردیم به سمت یک دولت مستقر. اون دولتی که با التهاب و مشکلات فراوان در بخش وحدت اجتماعی، سیاست خارجی و مسائل اقتصادی روبرو بود، دولت کی بود؟
چرا بود؟ هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است، چون نظرشون به نظر ایشون نزدیکتر بود، تونستن کشور رو با التهاب تقریبا در همه زمینه‌ها روبرو کنن. هیچ کس هم کاری به کارشون نداشت. بیش از 700 میلیارد دلار ما درآمد ارزی در اختیار ما بود، اما حاصلش این بود که 2000 بنگاه صنعتی تعطیل شد. حاصلش این بود که 500,000 نفر از اشتغال در بخش صنعت باز موندن. اثرش این بود که ما تقریبا اشتغال خالص ما حدودا صفر بود. خب دستشون درد نکنه واقعا. اون کسایی هم که اون موقع خواستن همین واقعیت ها رو یه جورایی بگن، غیر خودی هاشون با زندان و شکنجه و حتی اعدام روبرو شدن، خودی هاشون هم اول حذف شدن بعدم حصر شدن. آقای دکتر، شما در ایام انتخابات و در بحبوحه تبلیغات درست قولی ندادید، ولی امیدها رو زنده و زنده تر کردید به رفع حصر محصورین. اگر هم برنامه دارید، لطفا برنامه تون رو برای رفع حصر محصورین لطف کنید. و خواهشن یه خواهشی هم که دارم آقای دکتر، چون که این موضوعی نیست که با دیپلمات ها و سناتور ها و به اصطلاح اصحاب روابط بین الملل باشه و با مردم خودمون، با عوام داریم صحبت میکنیم، با زبان دیپلماتیک بی زحمت جواب بدید و واضح و روشن بی زحمت در این مورد جواب بدید تا به اصطلاح از خانم عمومی هم روشن بشه. آیا فکر میکنین آقای روحانی که به مردم قولی ندادن به این سوال جواب واضح و روشنی دادن؟ عرض کنم که تلاش دولت از ابتدا بر این بوده که در داخل جامعه ما همه احساس آرامش بیشتری بکنن. اینم مثل اون رقابتی تر بودا. خب و اگر موضوعی در گذشته در این کشور بوده و ما میتونیم این موضوع رو طبق قانون پایان بدیم، خب پایان بدیم. به هر حال ادامه یک مشکلی که تو جامعه به وجود آمده، حالا حق با این بوده حق با اون بوده، در نهایت به هر حال قوه قضاییه و دادگاه های ما حکم میکنن. به هر حال بله، مسئله دقیقاً همینجاست که اصلا دادگاهی برگزار نشده. اما اینکه یک موضوع رو ما تبدیل بکنیم به یک مسئله دائم در کشور، خب کسی سود نمیبره این وسط، یعنی چه خاصیتی داره؟ به هر حال ما همه باید تلاش بکنیم قانون اجرا بشه، کسی خطایی کرده اشتباهی کرده طبق قانون باید قانون نسبت به او اجرا بشه. اما اینکه تبدیل بکنیم به یک شعار دائم مداوم تکرار بکنیم، معنی نداره این تکرار بکنین. حالا تو حسرن دیگه، خود ایشون به عنوان رئیس شورای امنیت ملی پای ورقه حسر رو امضا کردن، حالا اونام خوبن دیگه، طرفدارشون هم دارن جشن صلح میگیرن. پس دیگه این مطالبه رو تکرار نکنید، برگردیم به کنفرانس مطبوعاتی آقای روحانی. من خدمت مقام معظم رهبری گفتم ما از اولی که شروع کردیم با 3 چاله بزرگ روبرومون مواجه بودیم، هنوز هم این چاله ها پر نشده. به هر حال بله، آقای دکتر همین چاله ها رو کندن، هم چرخای نظام رو انداختن توی این چاله ها. حالا هم نظام توی این چاله ها گیره، شاید تو همین چاله ها هم برای همیشه گیر کنه. رئیس جمهور منتخب شرح این چاله ها رو 3 قبل از این در حضور آقای بزرگ داده بودن. یه چاله هایی پیش پای دولت بود که اون چاله ها هست و ما نتونستیم اونها رو پر بکنیم. ما هر ماه یارانه نقدی یه چاله بزرگ پیش پای ما بوده و فشار بر دولت آورده. از ابتدای اون قانون درست اجرا نشده. یعنی رئیس جمهور منتخب قبلی در این مورد هم قانون شکنی کردن. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. چاله بعدی مسکن مر چاله دومی بوده پیش پای ما که
جاهای نامناسب، بدون توجه به مشکلاتی که هست، بدون اینکه چگونه برقش تامین بشه، گازش تامین بشه، جادهش تامین بشه، مدرسهش، همینجور خونه هایی ساخته شده میبایست تکمیل بکنیم، میبایست آب و برق و گاز و مدرسه و جاده و سایر مسائلش رو تامین بکنیم. به نظر بنده نزدیکتر است. چاله بعدی، بدهی های دولت چاله دیگری بود علارغم همه این مشکلاتی که پیش روی ما بوده. آقای روحانی راجع به این چاله به خصوص اونجا در حضور آقای بزرگ بیشتر از این توضیح ندادن، اما وزیر اقتصادشون چند روز بعد در جریان یک همایشی از عمق این چاله پرده برداری کردن. بدهی دولت به نظام بانکی یکی دیگر از چالش هاست که از 16000 میلیارد تومان در سال 87 به چیزی حدود 100000 میلیارد تومان متاسفانه افزایش پیدا کرده. چاله نگو، چاه بگو. از سال 87 تا 92 84000 میلیارد تومان قرض بالا آوردن. نزدیکتر است. برگردیم به جلسه هیئت دولت با آقای بزرگ. بعد از صحبت‌های رئیس جمهور منتخب و وزراشون نوبت رسید به خود آقای بزرگ تا در بیانات 1:10-12 دقیقه ایشون نقشه راه رو ترسیم کنن. ایشون بعد از دعا به اموات رفتگان و نصایح معمول و تعارفات روحانیون رسیدن به دستگاه ها. دستگاه های مختلف، دستگاه های اقتصادی، دستگاه های فرهنگی توجه داشته باشن که ما در داخل نقشه طراحی شده دشمن بازی نکنیم، قرار نگیریم. بازم دشمنی؟ این اخبار از غیبه، خواب دیدنه، تخیلات و توهماته. اینی که بنده دارم میگم دشمنی، نه اخبار از غیبه، نه خواب دیدنه، نه تخیلات و توهماته، نه، واقعیتاییست که جلو چشم ماست. یه مثال بزنید لطفا. وقتی که شما از یاد نبردید که یه جبههی روبروی شماست، پشت سنگر نشستن، سلاحاشون رو آماده کردن، وقتی این از یاد نبردید، اون وقت به اختزال یه وقت نگاه میکنید، لازمه تیرانزی کنید، لازمه ساکت بشید، لازمه تو سنگر برید، لازمه از سنگر بیرون بیایید، اونا بحثای بعدیست. البته خودشون دائما در حال تیراندازی هستن، فقط تیروایی میزنن، یعنی بیشتر در حد همین شاخشون رو کشیدن و این چیزاست، و وقتی تهدید جدی میشه نظرشون عوض میشه. درباره موضوعات خاصی که مصلحت بدانه نظام جمهوری اسلامی با این شیطان برای رفع شر او و برای حل مشکل مذاکره میکنیم. سنگر و جبهه و توکل و صبر و استقامت و اینا مربوط میشه به مردم. وقتی که خود نظام تهدید بشه با شیطان مذاکره میکنن، دستم میدن مستقیما. به هر حال ایشون با همین تفکراتشون سرنوشت یه ملت رو به دست گرفتن. برای اینکه بیشتر با این تفکرات کودکانه آشنا بشید، بعد نیست از نظرات ایشون راجع به مشکلات کشور آگاه بشید، مثلا مشکل بیکاری. یکی از بهترین راه‌های اشتغال همین پارک‌های علم و فناوری و همین وارد کردن دانشجویان به فناوری های قابل تبدیل به ثروت. آه دیدی؟ مشکل اشتغال حل شد. پارک علم و فناوری بزنید تا دانشجویان وارد فناوری های قابل تبدیل به ثروت بشن. پارک علم و فناوری چی هستن؟ از رتبه علمی دانشگاه های کشور خبر دارید؟ معاون وزارت علوم آمار داده که از هر 850 مقاله علمی در ایران فقط یکیش ثبت جهانی میشه. در ژاپن از هر 6 مقاله 5 تاش جهانی میشه. بر اساس اعلام پایگاه لایدن، در بین 100 دانشگاه اول که بماند، نام دانشگاه های کشورمون در بین 600 دانشگاه برتر جهان هم دیده نمیشه. تازه همون دانشگاه های 600 و چندم هم مربوط میشن به دانشگاهی که در زمان طاغوت ساخته شده، دانشگاهی که در زمان نظام مقدس ساخته شده از 2000 به بعدن. در تمام 36 سال گذشته یه دونه، حتی یه دونه دانشگاه دولتی ساخته نشده. یه دونه دانشگاه در سطح دانشگاهی که در زمان طاغوت ساخته شده بود ساخته نشده. پارک علم و فناوری، فناوری های قابل تبدیل به ثروت. تازه همون دانشجویان نخبه فارغ التحصیل از همین دانشگاه هم همه فرار کردن از کشور. اینها رو باید در چشم مردم
به شکل درستی موهون کنیم، یعنی بیکارگی باید موهون بشه، کار باید ارزش بشه. انگار مثلا بیکارگی الان ارزشه در بین جوانان کشور. در روایت داریم که پیغمبر اکرم یه جوانی رو دیدن، از این جوان خوششون آمد، صداش کردن، مثلا حالا اسمشو پرسیدن فلان، بعد گفتن شغلت چیه؟ گفت من بیکارم، من شغل ندارم. حضرت فرمودن که سقط من عینی، از چشمم افتاد، یعنی کار اینه. پیغمبر که با کسی رو درواسی نداره. آخه در زمان پیغمبر هنوز شغلایی مثل مداحی و هدایت کردن مردم به بهشت اختراع نشده بود، وگرنه اون جوون هم یه شغلی پیدا میکرد. جالبه ها، این آقایون هر وقت دلشون میخواد یه روایت از خودشون در میارن، هیچ منبع قابل استنادی هم برای سنجش صحت و سقمش نیست. بگذاریم، برگردیم به تفکرات آقای بزرگ. به خصوص مسئولین فرهنگی کشور و خود آقای رئیس جمهور محترم حساسیت این حقیر رو نسبت به مسئله فرهنگ میدونن. گاهی اوقات مشکلات فرهنگی موجب شده که من خوابم نبرده شب به خاطر مسائل فرهنگی. آهان، فرهنگ. آقای بزرگ در زمینه نفوذ فرهنگی دشمن که خواب از چشمای ایشون گرفته یه مثالی زدن که گویای میزان عمق درک ایشون از فرهنگه. یه وقت آدم خبر میشه که فرض بفرمایید که فلان سازمان آمده یک بخشی از مجموعه فرهنگی ما رو، مثلا مهد کودک ها رو فرض کنید، به شکل خاصی داره هدایت میکنه. مهد کودک ها یه بخشی از مراکز فرهنگی اینان. اینو آدم میفهمه، بعد که نزدیک میشه ببینه کار چیز خطرناکی است، کار بزرگی، آدم توجه نداشت. اینا رخنه است. یعنی ایشون از بچه‌های مهد کودک هم احساس خطر میکنن و نگران نفوذ فرهنگی دشمن به فکر بچه‌های مهد کودکن. البته ایشون در همین جلسه پارسال هم یه مثال راجع به عروسک و اینجور چیزا زدن. این اسباب بازی هایی که وارد کشور میشه از جمله همینه که من چقدر سر قضیه اسباب بازی، تولید اسباب بازی داخلی معنیدار و جذاب هرس خوردم با بعضی از مسئولین این کار. من به اینا گفتم که شما اشکال کارتون اینه که این عروسک شما رو بچه ما نمیشناسه، در حالی که مرد عنکبوتی رو بچه ما میشناسه، بتمن رو بچه ما میشناسه. همونطور که ملاحظه فرمودین درک ایشون از فرهنگ عمق نداره اصلا و در همون سطح باقی مونده. کلا نگاه ایشون به مسائل کشور همین جوریه. یعنی مثلا اگر از طریق نوه‌شون بچه آقا مجتبی از رخنه فرهنگی دشمن در مهد کودک‌ها آگاه شدن، در مورد باقی مسائل کشورم به همین تجربه های شخصی استناد میکنن. اینا رو بر ما آمدن گزارش دادن. من در ایران شهر یک گوجه فرنگی دیدم به قد یک گرمک. به من اونجوری که حالا گزارش دادن، بنده در ملاقات هایی که با مجموعه های دانشگاهی داشتم یه دونه اختصاصی نبودم. مثلا گوجه فرنگی، اگر اونی که حالا به من گزارش شده گوجه فرنگی آوردن به قد یک گرمک، استانه ها هم اونطور که به من گزارش شد پیاز آوردن به قد همین مشت من. من یادمه پیاز رو گرفتم اینجوری تو دستم، گفتم من میخوام اینو اندازه بگیرم بتونم بگم، همین، به همین اندازه. بگذاریم، اما مهمترین جمله‌ای که ایشون در این جلسه به زبان آوردن راجع به مسئله هسته‌ای بود. خب حالا درباره مسئله هسته‌ای ما خیلی حرف زدیم تا حالا، مطالب زیادی گفتیم و شنیدیم و اینها. اونی که مهمه این است که این مذاکرات رو توانستن آقایون ختم کنن، چون بالاخره کش دادن مذاکرات خودش یه مسئله بود. این تونستن سرش ببندن این چیز رو. این خیلی خودش کار مهمی است. تایید این موضوع از طرف آقای بزرگ، یعنی بسته شدن سر مسئله هسته‌ای، مسئله مهمتریه. یعنی این داستان تصویب در مجلس و نگران‌ها و مخالفین و اینا فیلمی بیش نیست، قضیه تمومه. اما رئیس جمهور منتخب در همون کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه پا رو یک قدم فراتر گذاشت و همه رو سورپرایز یا سورپریز کرد. در خود توافق هسته‌ای، در همین اجرای برجام، یکی از نکاتی که مطرح هست و مورد توافق این که راکتور آبسنگین عراق بتونه پیشرفته تر بشه و ایمپروف بشه و این کار توسط چین و یکی از کشورهای پنج به اضافه یک انجام خواهد شد.
یعنی ایران، چین و یکی از کشورهای پنج به اضافه که احتمالاً آمریکا خواهد بود. احتمالاً کجا خواهد بود؟ آمریکا خواهد بود. انجام خواهد شد این تکنولوژی نو، در واقع یه پیشرفته تر میشه، راکتور عراق ما پیشرفته تر میشه. پس قراره آمریکایی‌ها بیان تو ایران راکتور اتمی پیشرفته تر هم بسازن. تو همون برجام توافقاتتون رو کرده بودین قبل از تصویب کنگره آمریکا و مجلس ایران، یعنی یه جورایی همه این مخالفین در آمریکا و ایران سر کارن. بسیار عالی. حالا انشالله که اگر گوشه کنارش مشکلی هم وجود داشته باشه با تدبیر شماها و دیگرانی که مسئولن برطرف خواهد شد. بله آقا، برطرف خواهد شد. بگذاریم. اما در هفته گذشته خبری منتشر شد که میتونه در زمره بامزه ترین خبرهای سال قرار بگیره. توی هفته های اخیر یه سری اخباری منتشر شد مبنی بر بازرسی زندان اوین و به ویژه بند هفتی که آقای مهدی هاشمی تو دوران محکومیتشون سپری میکنن. توی این بررسی ها و بازرسی ها مشخص شدش که یه مقداری وسایل غیر مجاز کشف شده. من میخوام ببینم که اولا شما این خبر رو تایید میکنین یا نه. در هفته گذشته هم از همون بند 7 و 8 طبق اون گزارشی که من گرفتم بازرسی صورت گرفته بود و از ایشون هم یک گوشی تلفن همراه با سیم کارت مربوطه و با حالا یه تعدادی قطعه سکه، یه تعدادی قطعه سکه طلا دیگه. بعد چند قطعه بودن اینا؟ هم از ربع سکه و به اصطلاح نیم سکه و اون سکه های گرمی اینها یه تعداد حدود 30 تا مثل این که قطعه کشف شده بود. 30 سکه طلا در زندان از پسر یکی از بنیانگذاران انقلاب کشف شده. این خودش یه جور کارنامه نظام مقدسه. خب حالا ایشون مجازات هم میشن بابت این جرمشون یا اینم در جرم های دیگه شون ادغام میشه؟ که حالا اون سکه رو نمیشه گفت که غیر مجازه. آهان، اصلا غیر مجاز نیست. جالبه واقعا. توضیحات وکیل ایشون یعنی آقای مهدی هاشمی جالبتر و خنده‌دارتر از توضیحات سخنگوی قوه قضاییه بود. وکیل مهدی هاشمی میگوید سکه هایی که از موکلش در زندان به دست آمده برای عیدی دادن بوده. علیزاده طباطبایی گفته زمانی که مهدی هاشمی به زندان رفت مقداری پول و تعدادی سکه با خود برد که در عیاد به دیگر زندانیان عیدی بدهد. اوه، 7 ماه قبل از عید نوروز به خودشون سکه بردن زندان که به دیگر زندانیان سکه بدن در اعیاد. آخه خانواده هاشمی رسمشونه کلن به زندانیان در اعیاد سکه میدن، اونم داخل زندان ها، نه خارج زندان به خانواده هاشون. یا فکر نکنی خدای نکره میخواسته به زندانباناشون باج بده؟ همینجوری یاد دیگر زندانیان افتاده بوده. واقعا این آقایون مردم رو چی فرض میکنن؟ اما در همون زندان چند متر اون طرفتر یه بند دیگه هست که امید کوکبی یکی از نوابغ فیزیک ایران اونجاست و حتی داشتن مجلات علمی خارجی هم براش غیر مجازه. چند هفته پیش کتاباشو ازش گرفتن و بهش گفتن زیاد کتاب میخونی، احتمالاً اینم غیر مجازه. هفته پیش بعضی از طرفداران برنامه پرسیدن چیکار میشه کرد برای امید. خب این فکر منه، مخصوصاً برای دوستانی که در آمریکا استاد دانشگاه هستن یا از مدارج علمی بالا برخوردارن. با جمعیت فیزیک آمریکا تماس بگیرید و راجع به امید کوکبی و دلیل زندانی شدنش بهشون توضیح بدید. بعد ازشون بخواید در حمایت از امید یه نامه به آقای اوباما بنویسن. از اونجایی که آقای اوباما خودشون یه شخصیت دانشگاهی هستن فکر میکنم اثرگذار باشه. فراموش نکنید امید کوکبی یکی از افتخارات زنده ایرانه. هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو.